سمینار مجازی خطر وهابی ها برای اسلام با حضور بیش از 260 شخصیت جهانی به همت آستان مقدس حسینی برگزار شد مرکز مطالعات و تحقیقات در آستان مقدس امام حسین علیه السلام در چارچوب در چارچوب تلاش خود برای مستندسازی و تحلیل وقایع تاریخی مربوط به شهر سید الشهدا علیه السلام سمینار علمی اینترنتی را با عنوان خطر وهابی ها برای اسلام قتل عام کربلا به عنوان یک نمونه برگزار کرد در این سمینار پروفسور نورالدین ابو لحیا از دانشگاه الجزایر و پروفسور حسن سبتی الفتلاوی از دانشگاه بغداد شرکت کردند مدیریت جلسات این سمینار بر عهده دکتر ابیر عبدالرسول التمیمی بود. این دو استاد در این سمینار به ریشه های تاریخی و جغرافیایی تفکر و ایدئولوژی وهابی پرداختند که از منطقه خلیج فارس با حمایت برخی از کشورهای اروپایی آغاز شد و خلع سیاسی و فکری در این منطقه استفاده کردند و آن را با اسلام مستتر کردند و به بازگشت به ریشه های اصلی دین دعوت کردند. این دو استاد به نفوذ زیاد پیروان این تفکر و اعمال کنترل آنها بر مناطق گسترده نجد و حجاز اشاره کردند و گفتند آنها به سرقت و تخریب بسیاری از مناطقی که به آنها سیطره یافته بودند از جمله بقاع متبرکه شیعیان و اهل تسنن به خصوص در شهرهای مقدس نجاف و کربلا اقدام کردند. تأثیرات بعدی مترتب با گسترش این تفکر انحرافی در همه جهان که بسیاری از حرکتهای افراتی تروریستی از آن منشعب شده هند. از جمله موضوعهای مطرح شده در این سمینار بود شرکت کنندگان در این سمینار از همه آزادگان جهان خواستند تا کنار یکدیگر برای جلوگیری از شیوع جریان تکفیری بیستند و اقدامات جنایتکارانه این جریان را در همه مناطق جهان محکوم کنند. بیش از دویست و شهست شخصیت رسمی از عراق، کشورهای عربی و اسلامی از جمله الجزایر، سوریه، اردن، سودان، تونس و ایران در این سمینار شرکت کردند.